سلام به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم با هم دیگه یکی دو تا مثال از بحث ماتریس های وارون پذیر حل بکنیم تا بیشتر برامون جا بیفته این قضیه خب اولین مثالی که میخوایم حل بکنیم این هستش گفته فرض کنیم که دو تا ماتریس آب داریم که هر دو مربعی هستن و وارون پذیر و لاندا هم یک عدد حقیقی غیر صفره که البته به این بخشش ما کاری نداریم توی مثالی که میخوایم حل بکنیم فقط بخش اول سوال رو میخوایم حل بکنیم که گفته ثابت کنید آبه یعنی آ در به هم وارون پذیره و وارون آبه برابر هستش با وارون به زب وارون آ خب برای اینکه ثابت کنیم آب وارون پذیره باید چی کار کنیم باید نشون بدیم که دترمینان آب مخالف صفر هستش یعنی شرط لازم و کافی برای اه, وارون پذیر بودن یه ماتریس میدونیم این هستش که دترمینانش غیر صفر باشه خب چطور میتونیم این رو ثابت بکنیم اول میدونیم که چون ماتریس های آب وارون پذیرن هر کدومشون دترمینان غیر صفری داره یعنی دترمینان A مخالف صفره و دترمینان ب هم مخالف صفر هستش خب حالا دترمینان آب برابر با چی هستش طبق ویژگی های دترمینان که با هم دیگه یاد گرفتیم برابر با دترمینان آ ضرب در دترمینان ب هستش درسته که چون هر کدوم از اینها غیر صفرن یعنی دو تا عدد غیر صفر دارن تو هم دیگه ضرب میشن پس دترمینان آب هم باید مخالف صف باشه بنابراین آب وارون پذیر هستش وارون پذیر هستش خب حالا باید نشون بدیم که وارون آب وارون آب برابر هستش با به منفی یک یعنی وارون به زب در آ منفی یک یعنی وارون آ خب اگر این ماتریس بخواد وارون آب باشه باید دو تا خاصیت داشته باشه دیگه میدونیم آب وارون اگر ضرب در آبه بشه باید مساوی با ماتریس همانی آی بشه خب ببینیم که این برقرار هستش یا نه خب داریم اگر این جایگذاری انجام بدیم آب وارون اگر مساوی با ب وارون در آ وارون باشه بعد داریم ضربش میکنیم توی آ ب خب میدونیم که ترتیب توی ضرب ماتریس ها مهم نیست پس ما اول میتونیم این ضرب وسط رو انجام بدیم یعنی آ در آ وارون اوز میخوام وارون در آ پس خواهیم داشت ب منفی یک آوارون در آ آو مساوی ماتریس همانی آی میشه و بعد هم توی ب ضرب میشه خب حالا توی ضرب این ستا ماتریس میتونیم اول این ضرب رو انجام بدیم آی در ب مساوی چی میشه؟ چون آی ماتریس همانیه مساوی با خود ب میشه درسته پس خواهیم داشت ب وارون در ب که این هم مساوی با ماتریس همانی آی میشه خب پس از سمت چپ وقتی به منفی یک آ منفی یک رو ضرب کردیم تو آبه مساوی با آی شد حالا ببینیم از سمت راست هم برقرار هستش رابطه وارون بودن یا نه یعنی آیا آبه در آب منفی یک که باید مساوی با آی بشه برقراره یا نه خب پس اگر آب منفی یک بخواد مساوی به منفی یک آ منفی یک باشه باید داشته باشیم آب ضرب در B منفی یک در آ منفی یک بعد مساوی با آی بشه خب مجددا این حالت قبل اول میتونیم این بخش رو چهار تا ماتریس دارن تو هم ضرب میشن اول میتونیم دوتای وسط رو تو هم ضرب بکنیم B در به منفی یک چی میشه؟ میشه ماتریس همانی آی چون به منفی یک وارون B پس داریم آ در آی در آوارون درسته حالا باز توی این سه تا ماتریس که دارن تو هم دیگه ضرب میشن میتونیم اول این دو تا رو ضرب کنیم ماتریس همانی در آوارون که میشه خود آوارون پس خواهیم داشت آ آ منفی یک آ منفی یک هم چون آ منفیه یک وارون آ مساوی با آی هستش پس هم این برقراره و هم این شرط برقراره یعنی آ به منفی یک مساوی با به منفی یک در آ منفی یک هستش خب حالا بیاید با هم دیگه یک مثال دیگه از وارون ماتریس ها حل بکنیم خب مثال دوم رو من اینجا براتون آوردم میگه که فرض کنید آ یک ماتریس مربعی باشه با این خاصیت که آب توان دو مساوی با آ هستش حالا اگر لامدا یک عدد حقیقی مخالف یک باشه ثابت بکنید که آی یعنی ماتریس همانی منهای لامدا برابر ماتریس آ یه ماتریس وارون پذیره و علاوه بر اون داریم که وارون این ماتریس برابر هستش با آ یعنی ماتریس همانی به علاوه لامدا در یک من لامدا در A خب بیاید اول بخش اول سوال رو با هم دیگه حل بکنیم این که میخوایم ثابت بکنیم که آی های لامدا در ماتریس آ وارون پذیر هستش برای این کار باید چیکار کنیم؟ باید ثابت کنیم که دترمینان آی من لامدا برابر آ مخالف صف هستش درسته چون این شرط لازم و کافی وارون پذیری این ماتریس هستش خب این کار رو چطور میتونیم بکنیم؟ ما مستقیما نمیتونیم این دترمینان رو حساب بکنیم چون که هیچ خاصیتی از دترمینان نیست که دترمینان حاصل جمع یا حاصل تفریق دوتا ماتریس رو به ما بده اما میتونیم یه کلک اینجا بزنیم بیایم این ماتریس رو توی آ ضرب بکنیم یعنی ای دتر... این ماتریس رو در نظر بگیریم آی ضرب در A میخوام آ ضرب در آی منهای لامدا برابر آ خب و اون وقت بیایم دترمینان این ماتریس رو نگاه بکنیم خب دترمینان این ماتریس از طرفی برابر با چی هستش چون حاصل ضرب دوتا ماتریس برابر با دترمینان آ ضرب در دترمینان آی منهای لامدا برابر آ هستش که دقت بکنید ما میخوایم نشون بدیم که این دترمینان مخالف صفر هستش از طرف این ماتریس خودش آ در آی منهای لامدا آ برابر با چی هستش برابر هستش با آ زب در آی که میشه آ منهای آ ضب در لامدا برابر آ یعنی لامدا در آب توان دو درسته پس این دترمینان برابر با دترمینان این ماتریس هم هست اگر این ضرب رو انجام بدیم از طرفی سوال به ما گفته که آدو مساوی آه هست. پس اینجا داریم چی داریم مساوی با دترمینان آ منهای لامدا برابر آ یعنی چی یعنی مساوی هستش با دترمینان یک منهای لامدا در آ درسته از آ اومدیم فاکتور گرفتیم خب یک منهای لامدا یک عدد حقیقیه و چون لامدا مخالف یکه این مخالف صفر هستش حالا اگر فرض کنیم که آمون یک ماتریس مربعی n در n بوده از خواص دترمینان خاطرتون هست که وقتی یه عدد حقیقی رو توی ماتریسمون ضرب می کردیم دترمینانش می شود اون عدد حقیقی به توان مرتبه ماتریسمون ضرب در دترمینان ماتریس اولی یعنی دترمینان یک منهای لامدا در آ برابر هستش با یک منهای لامدا به توان ان ضرب در دترمینان آ درسته؟ خب حالا اگر به دو طرف این تصاویمون دقت بکنیم ما چی به دست آوردیم به دست آوردیم که دترمینان آ ضرب در دترمینان آیمنهای منهای لامدا برابر آ مساوی هستش با این چیزی که اینجا داریم درسته اینا همه با هم دیگه مساوی هم. پس مساوی هستش با یک منهای لامدا به توان مرتبه ماتریس A که N هستش ضرب در دترمینان A خب حالا با فرض این که دترمینان A غیر صفره میتونیم از دو طرف سادش بکنیم و اون وقت نتیجه میگیریم که دترمینان A من های لاندا برابر A برابر هستش با چی؟ برابر هستش با یک من های لاندا به توان N و از بنابراین غیر صفر هستش چون یک من های لاندا هم غیر صفره پس این ماتریس وارون پذیر هستش خب حالا میخوام نشون بدیم که وارون این ماتریس از این رابطه به دست میاد آی به علاوه یه لامدا یه روی لامدا در آ خب پس اول باید نشون بدیم که این ماتریس رو اگر از چپ توی یک منهای لامدا ضرب لامدا آ ضرب بکنیم برابر با آی میشه یعنی باید نشون بدیم اگر این میخواد وارون باشه از چپ ضربش بکنیم تو ماتریسمون یعنی آی به علاوه لامدا رو یک منهای لامدا در آ رو بیایم ضرب بکنیم تو آی منهای های لامدا ببینیم چی به دست میاریم آیا ماتریس همانی میگیریم یا نه خب چهار تا جمله به دست میاریم اولی آی در آی که میشه آی دومی میشه آی در منفی لامدا آ که میشود منفی لامدا آ بعد داریم لامدا رو یک منهای لامدا در آ ضرب در آی پس میشود لامدا روی یک منهای لامدا در آ و نهایتا خواهیم داشت منفی لامدا دو روی یک منهای لامدا در آ دو خب، حالا اگر از این استفاده بکنیم که آ دو مساوی آ هستش آ دو مساوی آه و ازش فاکتور بگیریم چی به دست میاریم دست میاریم آی به علاوه آ به علاوه از میخوام اول ذریبش رو بنویسیم چی در آ خب خواهیم داشت یه منفی لامدا به علاوه خب لامدا منهای لامدا دو روی یک منهای لامدا کلا در ماتریس آ خب ببینیم ضریب آ اینجا چی هستش خواهیم داشت آی به علاوه این این چیزی که داخل پرانتز رو اگر حساب بکنیم لامدا منهای های لامدا دو رو میتونیم بنویسیم چی میتونیم بنویسیم لامدا در یک منهای های لامدا درسته و اون وقت یک منهای های لامدا رو اگر از صورت و مخرج کسرمون ساده بکنیم خواهیم داشت منفی لامدا به علاوه لامدا در آ پس مساوی با آی به علاوه صفر زب در آ هستش صفر زب در آ هم که می شود صفر پس مساوی با آی خواهد بود پس این ماتریس از چپ وقتی توی آی منهای لامدا آ ضرب شد مساوی با آی شد ببینیم از راست هم اگر ضربش بکنیم مساوی با آی میشه یا نه یعنی خواهیم داشت آی منهای لامدا آ در آی ب علاوه لامدا روی یک منهای لامدا در آخو اگر دقت بکنید اینم دقیقا همون جمله های بالا رو بهمون میده میگیریم آی منهای لامدا در آ به علاوه لامدا روی یک منهای لامدا در آ منهای لامدا دو روی یک منهای لامدا در آدو. پس چون این بالایی مساوی با آی شد این هم دقیقا با همون مساویه و مساوی با آی میشه پس بنابراین این ماتریسی که اینجا داده شده واقعا وارون ماتریس آی های لامدا آ هستش یعنی آی های لامدا آ بدن. منفی یک مساوی هستش با آی به علاوه لامدا روی یک من های لامدا در ماتریس آ خب این هم از دومین مثالی که میخواستیم در مورد وارون ماتریس ها با هم حل بکنیم توی کلاس درس بعدی میبینم